سرخط تازه ترین خبرها. نیروهای آمریکایی دست و پای اشرف‌غنی را بسته کرده و به آمریکا انتقال دادند. منبع احمد سعیدی. و در ادامه خبر به نهایت مهم در مورد اسامه بن لادن چین در بدخشان و یا هم رهبر ایغوری های ژینگژیانگ و یا هم رهبر ترکستان شرقی و همچنان پاسخ دندان شکن همایون فرمول به فرهاد دریای متعصب در مورد گفته های او به علاگل مجاهد و چند خبر مهم دیگر. سلام، با کانال ما خوش آمدید. منبع رزاق مامون. بدخشان تخته پرش حمله طالبان به تاجیکستان. تاجیکستان بیش از هر کشور دیگری که با افغانستان همسایه است، از آینده حکومت طالبان در همسایگی خود یعنی افغانستان می ترسد. در حالی که رهبران تاجیکستان احتمال تهاجم طالبان بر کشورهای همسایه را محتمل می دانند، برخی از همسایگان افغانستان با دادن کمک های انسانی دوستانه و وعده های اجرایی پروژه های متنوع در پی پیدا کردن زبان مشترک با طالبان هستند. تاجیکستان معتقد است حاکمیت طالبان ایجاد اتحادیه آسیای مرکزی بر محور اسلامگرایی افراطی را در آینده امکان پذیر خواهد کرد. بر همین اساس مانورهای نظامی کشورهای عضو پیمان جمعی در این جمهوری برگزار شد. وزیر دفاع تاجیکستان میگوید که با حاکمیت طالبان در افغانستان گروه های تروریستی به سلاح‌های زیاد دست یافتند و مواضع خود را به شکل قابل توجیه تقویت کرده اند و شرایط را برای تبدیل کردن افغانستان به سکوی پرشی جهت دخالت در منطقه مهیا می کنند. روزانه بین 500 تا 600 نفر تلاش می کنند تا از مرز افغانستان گذشته و خود را به تاجیکستان برسانند. تعداد پناهجویان تا به حال بیش از 15,000 نفر رسیده و در میان آنها کسانی هستند که با اهداف تروریستی تقاضای پناهندگی کردند. در ماه اکتبر مهدی ارسلان ملقب به محمد شریف رهبر گروه انصار الله آمادگی خود را برای حمله به جمهوری تاجیکستان اعلام کرد. سازمانی که عمدتاً از شهروندان تاجیک تشکیل شده است با تهاجم به ولایت بدخشان هم مرز با تاجیکستان کنترل آن را به دست گرفته است و واحدهای ضد طالبان به شمول بمبگذاران انتحاری در بدخشان ساکن شدند. پس از سقوط حکومت افغانستان توسط طالبان برخی از مقامات دولت سرنگون شده، از آن جمله بسم الله خان محمدی وزیر دفاع پیشین، صلاح الدین خان ربانی وزیر امور خارجه سابق، امرالله سالم معاون بازنشسته رئیس جمهور و احمد مسعود رهبر مقامات مسلحانه ولایت پنجشیر به تاجیکستان پناه برده اند و طالبان قبول پناهندگی آنها را توسط دولت تاجیکستان را دخالت در امور داخلی افغانستان اعلام کرده است. برخلاف تاجیکستان دیگر جمهوری ها از در دوستی با طالبان در آمده اند. اواسط ماه اکتبر یک هیئت از قزاقستان به سرپرستی یرژان کازی خان نماینده ویژه رئیس جمهور این کشور در امور بین الملل از کابل دیدار کرد. این هیئت مورد استقبال عبدالغنی برادر معاون اول نخست وزیر و امیر خان متکی وزیر امور خارجه طالبان قرار گرفت. در این ملاقات احیای روابط تجاری، اقتصادی و آموزش دانشجویان افغان در قزاقستان مذاکره شد. دولت قزاقستان تا اکنون 5,000 تن آرد به افغانستان ارسال کرده و پیشنهاد تهیه واکسن کرونا و ویروس کازواک را از این کشور داده است. در بین کشورهای همسایه دیپلماسی ازبکستان نسبت به دیگران فعالتر است. عبدالعزیز کامیلوف وزیر خارجه این کشور در تاریخ 7 اکتبر در یک سفر رسمی وارد کابل شد. کامیلوف در ملاقات با رهبران طالبان درباره انتقال برق سرخان، پل خمری و خط آهن ترمز، مزار شریف، کابل، پشاور گفتگو کرد. در عین حال درباره مشارکت تاشکند در بازسازی فرودگاه مزار شریف افغانستان توافق به عمل آمد. پس از سفر نوروزه وزیر امور خارجه ازبکستان، هیئتی از رهبران طالبان با سرپرستی عبدالسلام حنفی معاون دولت افغانستان با سفر به شهر مرزی ترمز ازبکستان با سردار امور زاکوف نخست وزیر این کشور ملاقات کرد. در این دیدار طرفین درباره موضوعاتی که در
کابل مطرح شده بود مذاکره کردند و قرار بر این گذاشته شد که تا برای اجرای توافقات گروه های تخصصی کاری ایجاد کنند. اضافه بر آن، توافق درباره توسعه نقشه راه جاده ابریشم برای روابط آینده دو کشور به دست آمد. انتخاب شهر ترمز ازبکستان برای مذاکره و گفتگو را نباید تصادفی قلمداد کرد. این شهر به جایگاه های جهت ارسال کمک های بشردوستانه به افغانستان تبدیل شده است. تا به حال به این محل 32 تن کمک های بشردوستانه توسط کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، 40 واگن غذای دریافتی از برنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد تحویل داده شده است. دولت ازبکستان معتقد است که گروه های افراطی به صورت مستقل می توانند عامل تهدید باشند و نه اینکه کل حکومت افغانستان خطر آفرین است. این در حال است که احمد یوسف رهبر گروه ایغور یا ترکستان شرقی در مناطق سرحدی بدخشان دیده شده است. یکی از شرایط چین برای به رسمیت شناختن طالبان قطع رابطه با این گروه و بیرون راندنشان از افغانستان بوده است. چین این گروه را خطر جدی برای امنیت ملی خود می داند و از این رو بالای طالبان مشکوک شده است. و حالا بپرازیم به خبری که باورتان نخواهد شد. احمد سعیدی: اطلاعات دقیق و موثق نزد من وجود دارد که مقامات امریکایی اشرف غنی را با یک تعداد از همکارانش از ابوظبی جهت معلومات و تحقیقات بیشتر به امریکا انتقال دادند. ناگفته نماند که در میان کسانی که با اشرف غنی به امریکا انتقال داده شده است، فضلی نمی باشد، بلکه فضلی به سویدن رفته است. و در پایان، پاسخ دندان شکن همایون فرمول به نوشته فرهاد دریا در مورد علاقه المجاهد. درود بر فرهاد جان دریا. بهتر بود برای تشخیص چوب خداوند عالم کم شکیبایی می داشتید. منم به این باورم که این چوب بی صدای خداوند که بعضی ها را این گونه رسوا می کند، در این شک نیست که به قول عطار آن که فرمان کرد قهرش باد را، تا سزای کرد قوم عاد را و یا آن خداوندی که هنگام سحر کرد قوم لوط را زیر و زبر. و مسائل زیاده از این قبایل و هر بار موساد به پختگی می رسد و یا در کیجیبی یا در اتاق فکر آیسای طراحی می شود و یا در امایشش. اما من این بار شدیدن نگرانم، ما شدیدن نگرانیم، خلق ما شدیدن نگرانم و عمق این نگرانی را کسی نداند جز او که در این آتش خود می سوزد. ما همه نگرانیم که چرا چند از چوب خداوند پاک جل جلاله یا در اتاق فکر به دست فاشیسم عملی می شود. ما به یگانگی خداوند عالم بدون جزئی ترین شک و تردید باور داریم. ما به هر آیت از سوره مبارکه اخلاص ایمان کامل داریم و پذیرفتیم که خدا را نه فرزند است، نه پدر و نه خویشاوندان، نه قوم و قبیله و نه گرایش شعبات مذهبی ادیان. اما این چوبش که شما فرمودید همه را نگران ساخته است که نکند نعوذ بالله خداوند عالم حنفی مذهبان و یا سلفیان، شافیان و وهابیان و فلان قوم و فلان قبیله را در زمره برگزیدگان، رفیقان و خویشاوندان خویش برگزیده باشد که چوبش هر بار یکی را می گذارد و دیگر را می کوبد. این چه چوبی است که هر بار یا از دروازه های ورودی سپین بولدک به کشور وارد می شود و یا از لندی کوتل و یا هم از دوغارون؟ این چوب به قول شما چوب خداوند چه چوبی است که علاگل را رسوای عالم می کند و ملا ترخیل را حرمت می گذارد؟ این چوبی را که شما فرمودید اختر لچک را در بلخ عزیز می دارد ولی مولوی علم را می کشد. این چوبی که شما فرمودید خدوس چپه ناصری را در قندوز با تلی چرس و سرخانه وزیرخانه چلم و گروه دزدان و بیریش‌هایش عزت می دهد ولی سید حمیدالله را به خاک تباهی می کشاند. این چوب بی صدای خدا که شما فرمودید در 2 ماه و نیم گذشته تنها در دره اندراب بیشتر از 70 تن افراد ملکی را از خانه هایشان کشیده تیرباران می کند و 3 وقت غذای جنگجویان الاجباری
و شورلیست وزیرستانیشان را به اکرا از خوان فقیرانه یتیمان و بیوزنهای اندرابی می ستاند و زهر حلقوم می کند. آیین مسلمانی که ما به آن ایمان داریم و شریعتی که به آن باور داریم بی عزتی هیچ انسانی را جایز نمی دارد و حقوق بشری ما به آن باور داریم به هیچ بی حرمتی به نوع انسان طرفدار نیست. شما به کدام یکی از اینها باورمندید؟ امیدوارم خداوند فرصت را مساعد بسازد که جناب عالی این نوع چوب های بی صدا و خوب خدا را یک بار تجربه کنید.